ممنون و منتدار شما عزیزان هستیم که همچنان با دیدگان مهربانانه خود برنامه خود را همراهی میکنید و بیننده هستید. شکی نیست که شما مهربانان که برنامه خود را همراهی میکنید برای ما هم یک حس بسیار خوبه دست میده. چرا؟ چون بیننده های دوست داشتنی که شما داشته باشیم، اجرای برنامه هم برای ما خیلی خیلی عالی هست و تلاش میکنیم که بهترین حال تقدیم شما عزیزان بکنیم. هستیم با شما طوری که قبلا هم اشاره کردم در ابتدای برنامه، واقعا مسئولیت پذیری و همون عدم مسئولیت پذیری در اجتماع میتونه که مشکلاتی رو به وجود بیاره، نظم جامعه رو به هم بزنه و همچنین نوعی ارتباط دادیم که خصوصا در این روزهای کرونایی که اگر هر فرد و هر شخصی که در جامعه زندگی میکنه اگر مسئولیت خود رو بپذیره در قسمتی که نکات صحیح رو در سطح اجتماع مراعات بکنه، مشکلاتی رو ما نخواهیم داشت و آمار مبتلایان هم بالا نخواهد رفت. و موضوع دیگری که در سطح اجتماع هست، انسان هم یک موجود اجتماعی هست و باید حتما قوانینی که در اجتماع هست و وضع شده اون رو مراعات بکنه. روی موضوع بیشتر صحبت میکنیم با جناب استاد فقیری عزیز که لطف کردن وقت خود در خدمت ما و شما بیننده عزیز قرار دادن در استودیو اومدن. قبل از اینکه اصلا وارد بحث بشیم یک سلام علیکی بکنیم. جناب استاد، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما. خیلی خیلی خوش اومدید. تشکر، سلام علیکم. استاد بزرگوار، راجع به این موضوع صحبت بکنیم که اشاره هم کردم در ابتدا، خود انسان که یک موجود اجتماعی هست چه وظایف چه رسالت هایی در سطح اجتماع داره و چه قوانین رو باید در سطح اجتماع بپذیره و مسئولیت خود ادا بکنه؟ تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت بینندگان عزیز و ارجمند تلویزیون اصلاح و شما مجری عزیز. بدون شک ما یک مسئولیت انسانی داریم و یکی هم مسئولیت اسلامی داریم، یعنی یکی از بعد انسانی از او بحث میشه، یکی هم از بعد اسلامی. از بعد انسانی طبیعتاً از بد و خلقت بشریت و انسانیت، انسان به ذات خود خو و به طبع خود خو در واقع دارای یک سلسله مسئولیت ها در زندگی خود بوده. حالا ما که میگیم زندگی خود، یعنی زندگی فردی، زندگی خانوادگی و زندگی اجتماعی. طبیعتا این وضعیت ادامه داشته تا به امروز. اما ما که در کشور اسلامی زندگی میکنیم، طبیعتا این بار مسئولیت بار سنگینتری هست. این بار معنوی هم هست. حالا شاید قبل از اسلام یا در واقع قبل از این که ملت ما در واقع وارد اسلام شده و دین اسلام را پذیرفته، چیزی به نام مسئولیت یا عامتر مسئولیت اجتماعی را می شناختن و به او ارزش قائل می شدن. اما بپذیریم که او بار معنویه که اسلام آمد برای مسئولیت یا برای مسئول بودن هر فرد نسبت به خود، خانواده و جامعه خود گذاشت، به مراتب سنگین تر کرد. تا جایی که پیامبر صلی الله علیه وسلم می فرمایند که کلکم راعین و کلکم مسئول عن رعیته، یعنی فرد شما مسئولیم، یعنی هم هر یکی از شما هم بزرگین، هم پادشاهین، هم مسئولین و جایگاه دارین و هم نسبت به این بزرگی و عظمت شخصی و فردی و انسانی که دارید، در واقع شما نسبت به جامعه خود خودچین مسئولیت. طبیعتا فراموش نکنیم جانم که انسانهای که ارزش مسئولیت رو میدانن دقیقا انسان‌های موفقی در زندگی هستند. انسان‌هایی که چیزی به نام مسئولیت در واقع متوجهشان هست و همیشه به مسئولیت ارزش قائل میشن، اینا انسان‌هایی هستند که کمتر متضرر میشن نسبت به دیگران. انسان‌هایی که در واقع مسئولیت شناس هستند، اینا انسان‌هایی هستند که آرامش بیشتری دارند. خیلی از انسان ها شب و روز میبینیم به دنبال آرامشن. از چی طریقی، از چی روشی، با چی سرمایه ای، با چی در واقع هزینه ای ما بتوانیم به یک آرامشی برسیم، که من فکر میکنم یک بخش یا یک علت از عوامل و عللی که بتوانیم به یک آرامش خوب برسیم همین ادای مسئولیت اجتماعی است. پس بنابراین بحث مسئولیت اجتماعی یک بحث بسیار کلی و یک بحث کلان هست و هر انسانی که اگر به مسئولیت خود خو ارزش قائل نمیشه، من فکر میکنم مرده متحرک است. مثلا توضیحات بسیار خوبی بود راجع به مسئولیت و مسئولیت پذیری اجتماعی و آن هم از دیدگاه اسلام، هم اشاراتی داشتین و اشاره کردین که مرده متحرک میتونه باشه و او شخصی که اینا رو بپذیره آرامش برای خودش هم هست و همچنین برای جامعه. اما از بعد دیگر اگر به موضوع نگاه بکنیم که گریز از این موضوع و از مسئولیت این موضوع که اشاره کردین، این میتونه چه عواقبی برای او شخص به وجود بیاره، حتی در قسمت شخصیت او شخص در جامعه؟ ببینیم جانم، وقتی که ما بحث مسئولیت
مد نظر میگیریم مسئولیت برمیگرده به خیلی از مسائل روزمره، به خیلی از مسائلی که مربوط میشه حتی به زندگی 24 ساعته یک انسان. من وقتی که مسئولیت شناس هستم نسبت به خرج و مصرف و هزینه زندگی، نسبت به استراحت و خواب، نسبت به مطالعه، نسبت به عبادت، نسبت به برخورد با دیگران، نسبت به تربیه اولاد، نسبت به رسیدگی به خانواده، نسبت به همه این مسائل ما باید مسئولیت شناس باشم. نمیشود که من به عنوان یک انسان مسئولیت شناس خود را معرفی بکنم ولی یک بخش کارم اصلا مسئولیت شناسی مد نظر من نباشه و یک بخش دیگر که منافعم بیشتره، ممکن مرا مشهور بکنم، ممکن در میان مردم محبوب بکنه، او را مسئولیت بیشتری داشته باشم. فراموش نکنیم کسانی که گریز و یا کسانی که به نحو فرار میکنن از مسئولیت، اینها در کنار ای که به لحاظ شخصیتی مرده متحرک یا به لحاظ فیزیکی مرده متحرک، به لحاظ شخصیتی هم جایگاه خوبی ندارن. ما به عنوان فرض کنیم یک معلم وقتی که مسئولیت شناس نباشم، شاگرد نه تنها که از من چیزی نمیآموزه بلکه برای من ارزش قائل نیست، برای من احترام قائل نیست. ما به عنوان یک دکاندار وقتی که مسئولیت شناس نباشم، طبیعتاً خیلی از مردم از دکان من خرید نمیکنن. چرا؟ چون من مسئولیت شناس نیستم. گاهی به دکان هستم، گاهی نیستم. گاهی انصاف دارم، گاهی انصاف ندارم. گاهی جنس خوب به جای جنس بد میفروشم، گاهی جنس امثالی. پس وقتی که با چنین رویه طبیعتاً من نه تنها که مشتری کافی و خوبی ندارم، بلکه روزانه شاید من در انزوای کار تجارت یا کار دکانداری برم. من به عنوان یک در واقع مسئول یا به عنوان یک والی، وزیر، رئیس جمهور وقتی که مسئولیت شناس نباشم، طبیعتاً رعیت از ما گریز میکنه، رعیت از ما فرار میکنه. نه تنها که از ما فرار میکنه بلکه منفور رعیت میشیم، بلکه رعیت در هر جایی بدگویی ما رو میکنه و ما را در یک مسیر انحراف قرار میده که اون مسیر در واقع جز بدبختی و تباهی چیز دیگری نخواهد بود. بنابراین در نتیجه وقتی که ما یک پاسخ کلی را به سوال شما داشته باشیم که اگر گریز و فرار از مسئولیت افراد داشته باشند در نتیجه چی میشه، در نتیجه ای که انسان انسان موفقی هم نیست، انسان محبوبی هم نیست، همون قسم مثل یک مرده متحرکی که نه کسی برای از او احترام داره، نه رشد و پیشرفتی داره، نه خانوادی از او برای از او ارزش قائل است. دقیقا شما مثل یک طیفی از جامعه متاسفانه کسانی که آغشته به مواد مخدر یا پودری ها و امثال هم، شما اینها رو ببینین، همه از اینها گریزن. چرا؟ چون روزی بوده که اینها خیلی به مسئولیت پی نبردن. وقتی که مسئولیت اجتماعی، خانوادگی و فردی خود را ادا نکردن، نتیجه چی شد؟ رفتن به یک انحراف اجتماعی. این انحراف اجتماعی تا جایی رسید که فرزند و خانم و پدر و مادر همه و همه ای را فرار کردن و ای را از خانه کشیدن بیرون و امروز در گوشه ای از شهر با عالمی از بدبختی و مشکلات، با عالمی از نفرت و سختی و با عالمی از انزجار مردمی در واقع روبرو است و به مجرد که از منطقه خاصی که زندگی میکنه وارد، هرچند که او زندگی نیست، او فقط زنده ماندن است، مبارزه میکنه که زنده بمانه، به مجردی که وارد اجتماع میشه هر کس حرفی کنایه ای و بدبختی. پس گریز از مسئولیت طبیعتاً چنین نتیجه ای خواهد داشت. بسیار عالی جناب استاد. طوری که اشاره کردید برمیگرده به خانواده هم. اگر ما ریشیابی بکنیم این بی‌نظمی ها، این گریز از مسئولیت اجتماعی و مسئولیت دیگر، خب طبعا هر انسان از مادر خیلی بخشیم این گونه به دنیا نیومده، تأثیر پذیری انسان هست. اگر ریشیابی بکنیم نقش خانواده ها در این قسمت که به عنوان یک اجتماعی کوچکی هست تا که جوان نوجوان رو وارد جامعه میکنه، چقدر میتونه مؤثر باشه به خانواده ها به عنوان پدر مادر، کسایی که در رأس یک خانواده هستن، همین موضوع جدی بگیرن که یک جامعه خوب ما داشته باشه. جالب ذکر کردیم. اولا خودم تأسف میخونم که در حوزه خانواده در کشور ما کمتر کار میشه. یعنی خیلی کم ما دوستانی را در جامعه علمی خود داریم که اینا یا در بیرون یا در داخل روانشناسی خانواده را خوانده باشند و ما برنامه های آگاهی دهی برای خانواده ها داشته باشیم. جز از آدرس دینی که او هم به ندرت از آدرس منابر گاهی صحبت میشه که او هم کفاف به یک جامعه بزرگ 30 میلیون کمتر و بیشتر نیست، دیگه ما برنامه بیشتری نداریم. در این حال که کشورهای دیگر خیلی برنامه های متفاوتی برای تربیت سالم خانواده ها. خانواده نقش خیلی عمده و مهمی رو داره. چرا؟ به خاطر که در خانواده دو نفر نقش خیلی برازنده رو دارن، پدر و مادر. از پدر هم که مهمتر مادر. چرا؟ چون فرزند و طفل و کودک اولین مرتبه که
در واقع اجتماعی شدن را شروع میکنه با کی در ارتباط میشه؟ با مادر. دقیقا 99% کودکایی که اجتماعی شدن شروع میکنن و میخواین وارد اجتماع بشن و هم نوع خود را ببینن، اولین کسی را که میبینن کی است؟ مادر. حالا 1% فرض کنیم مادر بنابر عوامل طبی بعد از زایمان ممکن چند روزی یا یک روزی دو ساعتی کمتر و بیشتر او طفل را یا قابله ببینه یا طبیب ببینه و یا کس دیگری، ولی 99% اولین کسی که میبینه او مادر است. این مادر از امروز شروع میکنه به تربیت کردن طفل، چقدر نقش داره. اگر این مادر ما مؤمنه بود، اگر مادر ما انسان وافی و کافی و شایسته و لایق بود، اگر این مادر ما انسان مسئولیت پذیر بود، مطمئن باشم طفل خوب بار میاره، مثل خود مسئولیت پذیر بار میاره. مادری که در واقع به لباس او میرسه، مادری که رفتار خانوادگی برای از او یاد میده، مادری که غذا خوردن یاد میده، مادری که آب نوشیدن یاد میده، مادری که عبادت یاد میده، مادری که حجاب یاد میده، مادری که یاد میده چگونه تو حرف بزنی، با بزرگترها چگونه برخورد کنی، با کودکا، با هم نوعا، با جوانا، با جنس مخالف و همسالا. پس تا سن 6-7 سالگی که این طفل در واقع قدم به بیرون میگذاره، نقش اول مادر داره. چقدر مهمه که این مادر چگونه رفتار کنه، چقدر مهمه که این مادر فرزند خود را جوری یا شکل تربیت بکنه که فرزند در مسیر انحراف نره، با اطفال دیگر خدای نخواسته اعمال و کردار و رفتاری که شایسته یک طفل شایسته و خوب است رفتار نکنه و حرکت نکنه. پس مادر نقش بسیار عمده داره. با مجردی که قدم به بیرون گذاشت، باز مسئولیت پدر بیشتر میشه. چون مادر طبیعتاً خیلی از مادرای ما نقش بیشترشان در داخل خانه است تا به بیرون. پس وقتی که نقش بیرونی ندارن و یا حرکتی به بیرون ندارن، طبیعتاً اینجا نقش پدر است. که پدر ما مهمه که چقدر است. آنچه که امروزه ما میتونیم بگیم که 50% انحرافی که برای اولاد و یا برای فرزندان به وجود میآید ناشی از ضعف و عدم نظارت دقیق پدر و مادر. این رو فراموش نکنیم. پدری که حتی حاضر شده تا صنف 12 یک بار وارد مدرسه و مکتب طفل نشده که پرسان کنه این فرزند ما به کجاست. مادری که تا سن 7 سالگی و 8 سالگی یک بار به خانه همسایه که روزانه این طفل وارد خانه همسایه به خاطر بچه همسایه میشه وارد نشده که بچه ما با چی نوع بچه‌ای در ارتباطه، بچه ما با چی نوع خانواده‌ای در ارتباطه. مادری یا پدری که در واقع طفلش بیرون شده گفته ساعت 12 از مکتب یا پوانتون برمیگردم، ساعت 4:05 برگشته، ولی هیچ یکی از این پدر و مادر یک بار تماس نگرفته. مادری که چند سال پسر 20 ساله از این با یک شماره ای به تماس بوده با نام هم نوعش، ولی خبر نداشته که جنس مخالف است. پدری که با دختری در واقع که سالها را تماس داشته با جنس مخالفش، ولی خبر نداشته که طبیعتا فکر میکرده این هم نوعش است. معنی چیه؟ معنی اینه که این پدر و مادر نظارت جالبی، نظارت دقیقی نسبت به فرزند نداشته باشه. نداشته. اکثر دوستا میان میگن ما به دختر و پسر خود اطمینان و اعتماد داریم. ما نمیگیم شما اعتماد ندارین. در کنار اعتماد و اطمینان چیز دیگری که خیلی مهمه، احتیاط. این به معنای این نیست که ما اعتماد نداریم به فرزند خود، نه. ما در کنار از اینکه اعتماد داریم و اطمینان داریم نسبت به پاکی و سلامت فرزند خود، بلکه احتیاط هم میکنیم. گاهی وقتا ممکن همین سلامت فرزند ما خدای نخواسته با یک ناسالمی در ارتباط بشه و یک جا بشه به مسیر انحراف کشیده بشه. پس این احتیاط است که میتونه مانع بشه. بسیار عالی، اشاره خوبی کردین جناب استاد راجع به همین احتیاط و اعتمادی که نسبت به اولاد داشته باشه. بعضی وقتا اگر این بحث به میان میایه، بعضی از خانواده ها میگن که بازور، با قهر، با کتک، با این چیزا ما واردی بشیم تا اینکه احساس مسئولیت ببینیم فرزند خود در درست تربیت بکنیم. میخوایم پرسان بکنم، خب یک موضوع بسیار مهم هم در بحث روانشناسی، یک موضوع دیگر هم اشاره بکنیم که در سنینی که اولاد به نوجوانی میرسن، همین کمبود محبت والدین میتونه اونا را به نوعی بی‌مسئولیت بار بیاره، به دست به کارهایی بزنن. در این قسمت اشاره بکنیم که با محبت، با رفتار بسیار خوب، چقدر ما میتونیم که این مسئولیت خود ادا بکنیم در قسمت تربیت اولاد. فراموش نکنیم جانم که اسلام دین عطوفت است، اسلام دین مهربانی است، اسلام دین عزت نفس است، اسلام دین راحت و آسایش و آرامش است. توجه کردین؟
ما وقتی که در اسلام مطالعه میکنیم پیامبر صلی الله علیه و سلم چرا متصف میشن به بهترین انسان یا به بهترین اخلاق در روی زمین و انک لعلی خلق عظیم، و یا حتی در بحث دعوت وقتی که خدای متعال پیامبر متصف میکنه ادعو الی سبیل ربک بالحکمه والموعظه الحسنه، ای پیامبر با حکمت دعوت بکن، یک معنای حکمت آرامشه، یک معنای حکمت در واقع یک سلامت روانی است و سلامت فکری است. فراموش نکنیم که شما با هر انسانی که تون خویی کردین شما او انسان رو عقده ای بار میارین، شما انسان عمل شما باعث میشه که یک اکثر عمل چه کار بشه پس در مقابل خود داشته باشه. رفتار خشن مثل یک توپ جیری است، با مجردی که به دیوال بزنیم به صورت شما برمیگرده. پس چه خوب است که هیچ یکی از ما رفتار ما و کردار ما خصوصا در مقابل اطفال که در ذهن فرزند خود ما از سن 7 سالگی و 8 سالگی خشونت، پرخاش، حرف زشت، رفتار ناسالم را ایجاد کنیم. حتی جالب نیست که ما در سن کوچکی ما به طفل خود چیزهای پلاستیکی مثل تفنگچه و امثال و همر به دسترس از اینا قرار بدین. ما طفل را از خورتکی عقده‌ای و از خورتکی جنگی و از خورتکی کسی که فقط برای پرخاش و حرکت نامناسب و اینا او را تربیت نکنیم. فراموش نکنیم که حتی شما ببینیم حسن و حسین وقتی که به شانه‌های پیامبر در وقت نماز بالا می‌شدن پیامبر صلی الله علیه و سلم سجده را یعنی تمام نمی‌کردن تا مادامی که پایین نمی‌شدن. و در جایی هم میفرمایند هر کسی که با اطفال ما شفقت و با بزرگسالان ما در واقع احترام نداشته باشه از ما نیست. پس رفتار مشفقانه ما با اطفال، با فرزندان، خصوصا با جوانان و نوجوانان عصر امروز، هرچه رفتار ما ملایم و نرم و توأم با جوایز، توأم با در واقع امکانات دست داشته، چرا با این چیزا خوی میکنن؟ ما با حرف زشت یک طفل را در واقع یک مسیری برسانیم، یا نه بگیم پسر جان، جانمه، اگر تو مثلا خیلی جالب 40 روز نماز صبح با ما به مسجد خواندی یک بایسکل جایزه داری، این بهتر است یا نه صبح زود با لگد و با مشت و انواع رفتارهای خشن از خواب ایره بیدار کنیم، ایره عقده ای کنیم؟ نهایتا از ترس ظاهری که پیدا کرده از ما تا 15 سالگی شاید ایره بتانیم به نماز راسته کنیم، از 15 سالگی دیگه با مقابل ما میسته دیگه. اگر لگدی زدیم دو لگد میخوریم، فراموش نکنن پدرها و مادرای ما. اگر مشتی بالا کردیم قبل از اینکه مشت بزنیم مشت میخوریم. اگر ما با عطوفت، مهربانی، دوستی، برادری، صمیمیت، رفاقت با فرزند خود رفتار کردیم، فراموش نکنیم که او تا سن 50 و 60 تا بمیره او طفل در واقع احترام پدر داره. چرا؟ چون این رفتار به معنای احترام به شخصیت طرف مقابل است. معنا اینه که ما به طرف مقابل شخصیت قائل شدیم، ولی رفتار خشن معنا اینه که برای از او عدم شخصیت قائل شدیم، شخصیت از او رو کشتیم. و اصلا با خود میگه من آیا انسان هستم؟ آیا من جایگاه دارم؟ آیا نام ما در داخل یه خانه گرفته میشه؟ عقده‌ای میشه. طبیعتا انسان عقده‌ای میشه و فردا دچار مشکلات زیاد. بنا نقش پدر و مادر نقش خیلی عمده ای هست. لطفا پدر و مادرای بزرگوار ما هر چی که اعتماد و در واقع نیت خوبی نسبت به اولاد خود دارن احتیاط بیشتری داشته باشه. بسیار عالی. توضیحات بسیار خوبی بود. در قسمت خانواده استاد کمی از خانواده بیرون بیایم و بعد از سن 7 سالگی میبینیم که فرزند طرف مکتب روان میشه. در معارف اگر صحبت بکنیم، نوع رفتار معلم و نوع آموزشی که طفل میبینه و در مکتب چقدر باید برنامه های بسیار خوب داشته باشیم جهت بر علاوه تعلیم در قسمت تربیه و یک فرد مسئولیت پذیر به بار بیاریم در قسمتی که به معارف سر و کار داره؟ شکی نیست جانم که پیامبر صلی الله علیه و سلم 4 نفر برای تربیت یک جوان و نوجوان خیلی با ارزش میدانن: مادر، پدر، معلم و رفیق و دوست. 4 نفر خیلی نقش عمده داره. حالا پدر و مادر در یک بخشی از زندگی، معلم خیلی مهمتر از پدر و مادر باز در جای خود و در جایگاه خود. خیلی اوقات شده که فرزند برای پدر و مادر خیلی با رفتار داخل خانواده که دیده در واقع خیلی به حرف پدر و مادر گوش نداده، ولی حرف معلم چون معلم رفتار خیلی شایسته و نیک و درست را داده گوش داده. پس بنابراین معلم خیلی نقش داره. این مهمه که چقدر معلم ما متعهد است، چقدر معلم ما به این فرزند مسلمان به عنوان فرزند معنوی خود فکر میکنه. این مهم است که معلم ما آیا رفتار یک معلم واقعی را داره یا نه نقش طبیعتا مثل یک پدر و مادر نقش یک انسان خشن و تند و با یک رفتار بسیار ناخوشایند. بنابراین هر چی که معلم ما و استاد ما رفتار نیک، رفتار شایسته، رفتار دوست
دوستانه و رفتار با اخلاق صمیمی با فرزند معنوی خود داشته باشه، طبیعتاً هم او فرزند کار خانگی که از آدرس معلم بری از او سپرده میشه بهتر انجام میده و هم بیشتر میآموزه. و دقیقاً در خیلی از موارد ممکن حرف پدر و مادر خیلی بری از او جالب نباشه، ولی حرف معلم دقیقاً که جالب است. بسیار عالی، تشکر از شما. استاد، از خانواده صحبت شد، مکتب صحبت شد، طوری که شما هم اشاره کردین دوست هم جایگاه بالایی داره. حالا این نوجوان به این جوان ما وارد جامعه شده، میخواد که ایفای نقش بکنه در بیشتر امورات، سهیم باشه در بیشتر کارها و به خصوص در قسمت تعیین انتخاب دوست. به عنوان یک جوان میخوایم صحبت شما رو داشته باشیم، جوانای عزیزی که مکنون بیننده برنامه هستن، چگونه در انتخاب دوست دقت بکنن تا اینکه خدای نخواسته در آینده مشکل بر نخوره؟ اولا خو انتخاب دوست، همه مسئولیت انتخاب دوست به دوش خود ای جوان و نوجوان نیست، یعنی در کنار خودش باید پدر و مادرم برای انتخاب دوست همکاری کنند. یک نکته. نکته ای دوم، فراموش نکنیم که همیشه نوجوان و جوان ما تا جایی که توان داره دوست فهمیده تر و بالاتر و توانمندتری از خود انتخاب بکنه اگر میخوای موفق باشه. چرا؟ چون وقتی که دوست ما از ما موفق تر، توانمندتر و عالمتر و با اندیشه تر باشه، طبیعتا ما هم تلاش میکنم که از او خیلی چیزها رو بیاموزم. ولی اگر دوست از ما پایین تر باشه، جز وقت ضایع شدن چیز دیگری نیست، مگر اینکه بعضی از دوستان ممکن به لحاظ علمی توجه کردین به من نرسن، ولی به لحاظ اخلاقی بالاین، به لحاظ جایگاه اجتماعی جایگاه بالایی دارن، به لحاظ جایگاه خانوادگی جایگاه بالایی دارن، باز هم مانعی نیست. متوجه باشیم که دوست، یعنی دوست و رفیق گاهی وقتا هم خود جان انسان رو میگیره، رفیق ناسالم و نادرست، و هم ایمان انسان رو. همون شاعر بسیار جالب میگه که مار وقتی که نیش میزنه تنها به جان انسان میزنه، مار تنها همی بر جان زند، دوست نادان بر جان و بر ایمان زند. پس بنابراین دوست و رفیق خیلی نقش عمده ای را داره که هر یکی از ما وقتی که انتخاب میکنیم چقدر دوست ما و رفیق ما ایمان کامله، چقدر اخلاق سالمی، چقدر شایستگی داره. و در انتخاب او که گفتیم پدر و مادر خیلی نقش دارن. باز هم تکرار میکنم، اوقات زیادی شده که 10 سال پسر خانواده آمده و پدر خو گفته با دوست خو هستم، ولی به جریان 10 سال پدر و مادر یک بار دوست ایره نخواسته. پسر جان از کجایی؟ فرزند چه کسی هستی؟ چهری از او، رفتار او، لباس او، اینا همه نشانه این شخصیت اوست. یک بار ایره معلومات بگیره. خیلی وقتا حتی شبها را جوانای 15 سال و 18 سال و 17 سال شب را گفتن کجا رفتی؟ شب تا به صبح گفته به کنار دوست خود بودم، به خانه دوست خود بودم. نه خیر، حرف مناسبی نیست. ما نمیگیم که ممانعت کنیم که دوستی نداشته باشن، چون رفتار اجتماعی یک نیاز است. مهم این است که دوستی که انتخاب میکنه دوست سالمی باشه. دوستی نباشه که فردا خدای نخواسته به مسیری فرزند ما در واقع سوق بده که ما خدای هیچ نو مشت و در واقع دست و چیزی را نداشته باشیم که به سر خود بزنیم که چه شد و امروز به حالی رسیدیم. که متاسفانه خیلی از پدر مادرها را میبینیم که به سن و سال بالا از اولاد خود ناراضن و این برمیگرده به عدم نظارتی که در سنین طفولیت و یا کودکی نسبت به اولاد خود در واقع داشتن. سپاس از جناب استاد عزیز، صحبت های بسیار خوبی بود. به عنوان آخرین پرسش میخوایم پیام شما را داشته باشیم برای خانواده های عزیز و واقعا که اینا چقدر بد تراش بکنن، برنامه خوبی داشته باشن، ان شاء الله بتونن جامعه از این حالتی که کمی واقعا در داور هست امروز میبینیم از این حالت بیرون بیاین. پیام ما درد است، درد اجتماعی است. فراموش نکنن خانواده‌های محترم و عزیز و ارجمند که هر یکی از فرزندان من و شما سرمایه‌های آینده‌ای از این مملکت است. هر چی که من و شما کار بکنیم، زحمت بکشیم و تلاش بکنیم برای آینده فرزندهای خود، فراموش نکنین که فردای خوبی خواهیم داشت، خانواده نامداری در فردا خوب خواهیم داشت، اجتماعی خیلی خوبی خواهیم داشت. نشود که این اولاد به خاطر عدم نظارت ما و به خاطر اعتماد بیش از حد ما خدای نخواسته در مسیر انحراف بروند و فردا بدنامی به خانواده ایجاد بشه و فردا خدای نخواسته شب و روز رنج و مصیبت و غم این فرزندان همیشه در دل ما و حتی تا لب گور و یا مرگ بوده باشه. سپاس از شما جناب استاد ابوظاهر فقیری، استاد دانشگاه، که در برنامه با ما بودید. استفاده کردن از صحبت بسیار نیک شما. سلامت باشید.
خانم نیلای عزیز، طوری که جناب استاد هم اشاره کردند، مسئولیت داریم، رسالت دینی و انسانی ما هست که در قسمت مسئولیت و مسئولیت پذیری نهایت تلاش بکنیم و نقش اول در این قسمت اجتماعی کوچکی که به عنوان خانواده هست و کسایی که به عنوان پدر و مادر در رأس این خانواده هستند باید کار بکنند. یادم از سخن رسول آزادگان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم آمد که فرمودند هر انسان به مثابه یک معدن و بالاتر از یک معدن هست. پس بیاییم همین معدن ها را انکشاف بدیم، بیاییم اینها را به سرمنزل مقصود برسانیم، در قسمت تکامل این معادن بزرگی که رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرموده اند کار بکنیم، انشاءالله که نقص نخواهیم کرد. اگر فرزند صالح داشته باشیم بعد از وفات مرگ ما هم میتونه صدقه جاریه باشه و کار خیری که انجام میده به ما برسه، و اگر خدای نخواسته بالعکس آن فرزند صالح نبود و در نبود ما و در عدم ما و کار بدی رو انجام بده، یقیناً ما مسئول خواهیم بود و از ما پرسیده خواهد شد. انشاءالله که با امید یک جامعه مترقی و آرام و با نظم هستیم ما و شما و برنامه عصر اهلی‌وار هم ادامه خواهیم داد، اما قبل از آن یک وقفه بگیریم.